به 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 با ورود کاملا استثنایی و خفن ویدیو رو آغاز میکنه. سلام بچه ها، خوش اومدین اسم من و برگشتیم با یه پارت دیگه از داستانهای واقعی ترسناک و دوبله سری دراف که لینک کانالش این پایین هست، حتما به کانالش سر بزنین و قبل از شروع ویدیو نره حتما حتما این ویدیو رو لایک کنین و بریم شروع کنیم. این ماجرا حدود 5 سال پیش توی 21 سالگیم اتفاق افتاد. من و دوستم سز وارد یک برنامه شدیم که اشباح رو نشون میداد و با این برنامه برای شکار ارواح بیرون رفتیم. این از اون برنامه‌ای که منم بچه بودم واقعا بود، خیلیم چیز چرتی بود. انطور بر خودش میچرخید و یه بیب اینجا یه روح است. چیزای چرت و پرته. همین اول کل داستانو خراب کردم که اصلا براتون ترسناک نباشه و شما اصلا نترسید. گاهی وقتا یه نقطه روی یکی از گوشیامون ظاهر میشد و کلمات قاطی پاتی در جواب سوالاتمون میگفت، مثلا چطوری مردی و چیزایی مثل این، و گاهی جوابا ردیف میشدن ولی اکثرا مبهم بودن. یه شب حدودای 2 صبح سس پیشنهاد کرد برای اینکه این اپ بتونه دریافت بالایی داشته باشه به قبرستون بریم. من دودل بودم اما با استرس قبول کردم. راهمون رو از طریق محله‌ای به سمت قبرستون شروع کردیم. عجیب بود چون در حالت نرمال خیابونا پر از ماشین بودن اما اون شب همه جا خالی بود. در حالی که اپ در حال اجرا بود وسط خیابون قدم زدیم ولی هیچ دریافتی نداشتیم. بالاخره به قبرستون رسیدیم. یه قبرستون خانوادگی کوچیک بود، جایی که فقط خودشون دفن شده بودن. سز از در بالا رفت و به امید اینکه توی اپ چیزی دریافت کنه شروع به فریاد زدن کرد اما هیچ اتفاقی نیفتاد. گفتم برنامهش باگ داره، مثلا یهو بد میبینن وای چقدر نقطه زیاد رو را داره. نه چرت و پرته. خیابون با حالتی آشفته واسطه بودم در حالی که سز فریاد میزد این تمام چیزیه که دارین. بهش گفتم بی احترامی به مرده ها رو بس کنه و باید اونجا رو ترک کنیم. سعی کرد مسخره بازی در بیاره و گفت میخوام براشون نمایش اجرا کنم و از روی در پرید و شروع کرد به پایکوبی کردن روی قبرها. شما هم بیاین و حضور خودتون رو اعلام کنین. ناگهان گوشیامون در یک زمان چیزی گفتن. به گوشیم نگاه کردم که گفت من اینجا هستم. هر دومون در حالی که به هم نگاه میکردیم خشکمون زده بود. اون موقع بود که تعداد زیادی نقاط قرمز روی رادار ظاهر شدن و اون جمله تکرار میشد. وقتی چشممو از رو گوشیم برداشتم سز کنارم بود. بهش گفتم باید میرفتیم. به محض اینکه اینو گفتم میتونستیم بشنویم که یک به یک چراغای خیابون شروع کردن به خاموش شدن. تا میتونستیم سری و سری میدویدیم تا قبل از اینکه نفسمون ببره و مجبور به توقف بشیم تا نیمه راه محله دویدیم. احساس میکردم از جایی که ترسیده بودم تا اونجا پرتاب شدم و نفسم بند اومده بود، تا اینکه صدای نوازه ای رو از گوشیم شنیدم ولی فهمیدم چی میگه. از ترس نمیتونستم به گوشیم نگاه کنم. به سس که وحشت زده خیره شده بود نگاهی انداختم. اون با اشاره گفت که گوشیمو از جیبم در بیارم. بنابراین به آرومی گوشیمو در آوردم و اون قسمت بالا اسممو گفت. گوشیمو خاموش کردم و گفتم تموم، همه چی تموم شد. به خونه برگشتیم و برای اینکه آروم بشیم سیگار کشیدیم. داشتیم در مورد چیزایی که اتفاق افتاد حرف میزدیم و تقریبا برامون غیر قابل باور بود، تا اینکه دوباره صدای گوشیمو شنیدیم. این بار اسم خواهرم بود. هر دومون خشکمون زده گوشیم بود. یه کلمه نمی‌شنیدیم تا وقتی که دوباره خاموش شد و اسم برادرمو فرستاد. گوشیمو در آوردم و اون اپ رو حذف کردم. اساس خواستم شب و پیشم بمونه اما ابتنا کرد و منم نخواستم سرزنشش کنم. اون شب وقتی بالاخره خوابم برد خواب یه صدای مبهم رو میدیدیم که یه کلمه رو هی تکرار میکرد. کم کم داشتم بیدار میشدم و کلمات واضح تر میشدن. گوشیم خاموش شده بود و باتریشم تموم شده بود اما وقتی برگردوندمش روشن شد، در حالی که اون اپ هم در حال اجرا بود. روی رادار یه نقطه یه قرمز رو نشون میداد که حدود 6 فوت با من فاصله داشت و هنوز تکرار میکرد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا خدا چه شده؟ حال چرا کرکسی فروه؟ صبح که از خواب بیدار شدم به حمام رفتم. خودمو که توی آینه دیدم یه برش تیغ نازک از شونه چپ تا مفصل ران سمت راستم داشتم. نمیدونم اون شب چه اتفاقی برام افتاد. همش تخیلی ها، همش. نیازی نیست که بگم چون دیگه هیچ وقت خودمو با همچین چیزایی آشفته نمی کنم.
میدونه اینجا یه تناقض داشت که خودشون هم اصلا نفهمیدن به همچین چیزی دقت نکرده بودن. اون پسره رفته اون بالا لگد کوپیده همه کارا رو کرده بعد اومدن رو تو خط کشیدن. جالب بود. منشاء یک خانواده قاتل که به عنوان مرموز ترین خانواده های قاتل در تاریخ آمریکا شناخته میشن به روز احمق آوریل 1982 برمیگرده. داره کاملا پسندیده در بیابان. یادم اومد اسپایدرمن افتادم تو ترنات. آخرین گزارش از این کشتار در سال 2015 بود که در شهر لووای شمالی از بتندورف اتفاق افتاد. احمقانه است که اونا هنوز اون بیرونه. به هر حال این فقط یه افسانه شعنیه که اونا به بچه ها میگن، بنابراین اونا همچین کار احمقانی رو نمی کنه. نه، پدر مادر من در واقع به من گفتن که این موضوع واقعیت داشته. خب من اگه جای این فرد بودم همه اون قاتلا رو میکشتم. دوستان برای همیشه باید یه سلاح داشته باشه. رفیق چی داری میگی؟ تو که اسلحه نداری. آره، اسلحه ها به هر حال مزخرفن. نه درست میگین. آره اسلحه خوب نیست. هرچند من برای مراقبت از تو نیازی به اسلحه ندارم. بنابراینم جرات یا حقیقت دوستان؟ میشه من اول برم خیلی مزخرفه. نه بذارین انجام بده. اوکی من اول میرم. تیلور جرات یا حقیقت؟ جرات. ده 7 دقیقه رو با تو خوش بگذرونم. تو نباید این کارو بکنی. خوبه، من میخوام انجامش بدم. قسم میخورم. اوکی 7 دقیقه چه داستانی گفتم علی. اوه تو خیلی خطرناکی. میدونی واقعا دوستت دارم، فقط سعی نمیکنم. آخه این چیزا بس کن باشه. نسبت شل او چقدر خشنم از او سینگل. دوباره سعی کن. چه بازی مزخرفی. واقعا این منم. نه هممونیم. خیلی هم خوبه. خشن شد دیگه این. اون مرده. اصلا خنده دار نیست. فکر کنم باشه. ایرون این خون سرد نیست مرد. آقا تمومه. چرا دارن کنار هم دیگه رد میشن؟ چرا الان کشتش؟ اون مرده، اون واقعا مرده. به به چرا تو بقیده رو یکده؟ اوه شت جنسی. اوه خدای من رفیق، ما باید همیانا سری بریم. باید بریم. اوه شت لعنتی رفیق، باید سری از اینجا بریم بیرون. چه یه رفیق از دست داده؟ اینه کامل. بله دوباره بله شما خواهید مرد. خدا یه رو نگه داری شما. چه غلطی میکنی؟ دلور What the hell اینجا. آروم باش تیلور، تو نباید این کارو بکنی. میدونم فقط خیلی فانو با من زید این حال میده، ولی خب تو پسر خوب و مهربانی هستی. منم احساس بدی دارم، تو مثل آدمای خوب بودی و خیلی با هم مهربان بودی. چرا تو به ما ملحق شدی؟ ما مثل خانواده هستیم. مردم از یه خانواده قاتل حرف میزنن، اما این بیشتر از یه خانواده است. علاوه میدونم که منو دوست داری. آره واقعا دوست دارم. میدونم دوستم داری. تیرول ما باید به پلیس زنگ بزنیم. خدا دوست دارم تو، فقط منو نکش. چه زدهانی. جالب بود. تیلور بهت گفتم خفه کن، چاقو نزن. تو اصلا گوش نمیدی.
هر چند چاقو زدن خیلی فان تره. اینجوری به مواد شوینده زیادتری نیاز داری. با این حال کارم خوب بود مگه نه؟ کارت عالی بود. اصلا حالا تو عضو حقیقی این خود هستی. میدونی چی؟ آزمایشی. فکر کنم باید یه عکس فامیلی بگیریم. بابا اون بدبخت من دلم سوخ براش منو کشت. دلم برای خودم سوخ. آره چه دیگه بس عاشقانه نیست که اونجور نزدیکش. با لنگ و لغت باید بزنی تو دک و پوزش. علی دوباره آهنگ و رازه میخریم دوباره. توی یک جزیره متروکه از سواحل اسکاتلند سه تا نگهبان فانوس دریایی بودن که اونجا زندگی میکردن و مسئول نگهبانی از اون ساختمان بودن. یه روز وقتی کشتی محموله غذایی ماهانه سرزده وارد جزیره شد، اونجا ساکت بود و هیچ پاسخی از نگهبانان فانوس دریایی وجود نداشت. سرانجام کاپیتان و تعدادی از اعضای کشتی برای تحقیق رفتند و دیدند که فانوس دریایی به طور ناراحت کننده. چرا که گمگم داره میشه؟ من زیر پام داره میلرزه. فانوس دریایی به طور ناراحت کننده خالیه. آشپزخانه در حالی ترک شده بود که انگار افراد با عجله اونجا رو ترک کرده بودن. دفتر یادداشت‌های روزانه فانوس دریایی به رازآلود بودن ماجرا اضافه کرد. آهنگ کنه، دوباره آهنگ کنه. بابا بیا برو، تو رو خدا. توی اون دفتر توصیف شده بود که یکی از نگهبانان نمیتونه صحبت کنه و دیگری ساعتها و مدام گریه میکرد. به نظر میرسید همه این درد و ترس از ماجرایی شروع شده و اشاره شده بود به یک طوفان قدرتمند که در دور دستها ناگهانی ظاهر شده. به هر حال این سؤال پیش میاد که چرا اونا انقدر از یک طوفان ساده ترسیده. یعنی یه دقیقه من میخوام ضبط کنم 100 تا صدا میاد. این ویدیو آخره، یک دقیقهش مونده تو رو خدا. توی دفتر یادداشت نوشته شده بود که چطور اونا نزدیک هم نشسته بودن و برای تمام شدن طوفان دعا میکردن. یادداشت آخر بیان میکنه طوفان تمام شده، آسمان آرام است و خدا بر همه چیز غالب است. جسدهاشون هرگز پیدا نشد و دلیل مرگشون هنوز در ابهامه. عاقلانه ترین تئوری اینه که شاید اونا در طی طوفان به دریا پرت شدن و دیگه اصلا دیده نشدن. اما جزئیات نهایی بر جای مانده که باعث شد کاپیتان به افرادش تا حد مرگ بترسن این بود که طوفان شدید توصیف شده در دفتر یادداشت هرگز وجود نداشته. توی اون منطقه هیچ طوفانی گزارش نشده بود. در حقیقت در تمام آن روز آسمان آرام بود. نمیدونم چی تو مخوفی بود. یعنی انقدر سر صدا کردن اصلا تو تمرکز من آب قد شد. خب بچه ها امیدوارم خوشتون آمده باشه از این قسمتم. لایک و کامنت و نظراتتون حتما فراموش نشه. اگه از این داستانهای ترسناک بیشتر میخواید حتما این ویدیو رو لایک کنین برای پارتای بعدیش. و دمتون گرم که تا اینجا با من همراه بودین و تا قسمت بعدی خدای رو نگهداری شما.